Okay, all right. Not cleaning between your teeth can cause anything as minor as bad breath to as major as gum disease. I don't think bad breath is very minor, though. Use Gum Brand for healthy gums, Softbix, Proxibrush cleaners, flossers, and dental floss. Your gums matter. سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر. آقای قوچایی سلام، خیلی خوشحالیم که شما رو امروز از جشنواره میبینیم. آقا چرا انقدر قاتل اهلی پرهیاهو شده؟ اول که من هر روز اینجا، این یک دو، خب قاتل اهلی چرا اینقدر هیاهو شده نمیدونم، ولی خب به هر حال مثل همه فیلم دیگه میاد تو جشنواره خواهیم دید. خیلی این هیاهو رو زیر سایت تهیه کننده میدونستن، میگفتن که به شما ارتباط پیدا میکنه. واقعا به شما ارتباط پیدا کرده بود این حواشی که پیرامون فیلم وجود داشت؟ خب واقعا دقیق سوالت متوجه نمیشم. خیلی میگن این حواشی که در مورد فیلم وجود داشت به تهیه کننده ارتباط داشت، یعنی تصمیم گیری هایی که تهیه کننده راجع به فیلم داشت باعث بروز حواشی شد. شما فکر میکنید این اتفاق وجود، یعنی ممکنه زیر سایت تهیه کننده باشه یا نه مسئله چیز دیگه ای است؟ خب باز مجبورم بگم، نگاه کنید، من به احساس میکنم یک نسخه ما برای یک فیلمنامه نوشته شده، حدود 9 ماه آقای کیمیایی استاد زحمت کشیدن یک فیلمنامه نوشتن. من بر اساس این فیلمنامه با اینکه قرارداد بستن و فیلم آماده شده، در وسط راه پولاد کیمیایی به فیلم اضافه شد و بعد که پولاد اومد به مرور فیلم منحرف شد از فیلمنامه. اینه که همینا ما 2 نسخه در اصل میتونیم فیلم رو تدوین کنیم، چون 21 ساعت راش داریم. پیش از پولاد پس از پولاد؟ نه، اینجوری درست تر بگیم که ما 21 ساعت راش داریم، میتونیم یک فیلم تدوین کنیم بر اساس فیلمنامه آقای کیمیایی که من اون رو گذاشتم نسخه آقای کیمیایی، که انشالله در اکران عمومی اون نسخه رو اکران میکنم، یه نسخه هم بر اساس پولاد کیمیایی و حضور پولاد که به حال آقای کیمیایی کار کردن، اون نسخه رو تو جشنواره، یعنی نسخه پولاد کیمیایی رو انشالله تو جشنواره شما خواهید دید، نسخه آقای کیمیایی رو انشالله در اکران. چرا این داستان تفکیک برای چیه؟ خب من معتقدم که 9 ماه زحمت شده، کشیده شده، فیلمنامه ساخته شده. اگر تغییراتی که به وجود می اومد بر اساس یک عقل و منطقی در فیلم بود، خب بالاخره هر تهیه کننده میپذیره. ولی وقتی تغییرات برای این به وجود بیاد که مثلا امیر جدیدی که مثلا نقش دومه یا پرویز پرستویی که مثلا نقش اوله، اینها مثلا فرض کن حجم کمیتشون در فیلم از پولاد کیمیایی کمتر بشه، یعنی خب به هر حال این که اگه میخواد آقازاده‌اش مثلا خب بره فیلم تولدش رو بگیره، هر چقدر دوست داره نمای بسته از پسرش بگیره، من به عنوان یک تهیه کننده موظفم از یک فیلمنامه‌ای که قسم خوردیم، به همه قسم خوردیم که یک فیلمنامه فیلم خوبی با استاد کیمیایی بسازیم، از این فیلمنامه دفاع کنم و بر اساس اینم دارم دفاع انجام میدم. و شما مطمئن باشید نسخه که بر اساس فیلمنامه است که به نظر من میشه نسخه استاد کیمیایی، اون در اکران رو میخواهید دید و به نظر من اون نسخه از این نسخه بهتره، دوتاشون خوبن ولی اون بهتره. به هر حال پس شما از ماجرای آقازادگی لطمه خوردید در فیلم دیگه به نوعی، ولی خب ممکنه که اکران این فیلم در فضای جشنواره کاخ مردمی و کاخ رسانه و بازتاب‌های شاید منفی که داشته باشه روی اکران عمومی تأثیر گذار بشه، یعنی شما باید دوباره یک تلاشی کنید که به مخاطب نشون بدید که این دو فیلم از هم جدان. من معتقدم مردم ما تقریبا متوجه اختلافه شدن و این اختلافه مطلع شدن. چیزی که به نظر من اینه که مردم دو نسخه رو میبینن و تشخیص خواهند داد که کدومی که درست‌تره و کدومی که به حق نزدیک‌تره، چون به هر حال همه حق دست یکی نیست. اینه که من معتقدم دو نسخه رو ببینن و مردم نظر خواهند داد. اگر ارشاد اجازه بده که به نظر من از نظر قانونی هم اشکالی نداره، من هیچ مشکلی نمیبینم که نسخه‌ای که به هر حال من تحویل میدم، مجوز اکران میگیرم، نسخه آقا پولادم که آقای کیمیایی بیشتر به خاطر پسرش دوست داره، اونم مجوز بگیریم در هر سینما اونم نمایش بدیم.
ولی در حتی اگه این اتفاق نیفته من یه قول میدم که در انشالله در شبکه خانگی دو نسخه بدم، یه نسخه دیویدی بر اساس فیلمنامه و بر اساس به حال نقطه نظرات استاد کیمیایی، یک نسخه هم بر اساس یه دیویدی هم بدم بر اساس نقطه نظرات پولاد و نسخه در پولاد کیمیایی، که شما دو تا دیویدی رو انشالله ببینید تشخیص بدید. و به نظر من هیچ اشکالی نداره که در این فضا وقتی یک اختلافی به وجود میاد صبوریمون رو حفظ کنیم و بر اساس دو تا فیلم قضاوت کنیم. اختلاف پدر پسر و یا مسائل پدر پسر هم در طول تاریخ بوده، پیغمبر خداش هم مسئله داشته، مرجع تقلیدش هم داشته، خیلی جای اتفاق افتاده. به نظر من اینم زیاد بزرگش نکنیم، صبوری کنیم دو تا نسخه رو ببینیم. Cleaning between the teeth is very important. People think I can just brush my teeth and be fine, but even without having cavities, you can still have gum disease. Use Gum Brand for healthy gums, Softbix, Proxibrush cleaners, flossers, and dental floss. Gum Brand is simple, easy to use. Your gums matter. آقای قوچانی، پیش از شروع فیلم هم در مورد انتخاب بازیگرها هم گمانه‌زنی های زیادی میشد و هم یه سری اسپای داده شد که خبری از هیچ کدوم از این اسپای نیست. حتی منتقدی که فیلم رو هم دیدن اصلا گفتن خیلی دیگه ردپایی از اون نقش هایی که قرار بود به یه سری خواننده سپرده بشه، هر اسم از آقای همایون شجریان بود، بعد حرف از آقای حافظ ناظری بود و کسان دیگه، ولی اصلا عملا نقش به سمت سوی رفت که طور دیگه شد و پولاد خوبکیمی خودش هم اصلا خوانندگی اون کار رو بر عهده گرفت. خب قرار نکنید در مورد خوانندگیش من باید بگم که فقط آقای پولاد کیمیایی مقصر نیست. بعد که نقش خوانندگی رو دادن به پولاد، اینکه پولاد دوست داشت در فیلم نقش اول باشه و نقش اول نبود که اذیت بود. جمله یه جا من ازش شنیدم که خودم شنیدم، میتونم بگم که چرا فیلم بد بابامو من قهرمان باشم، حالا فیلم خوبه رو من قهرمان نباشم؟ به همین واضحی و شفافی. ولی خود منم اول که صدای پولاد رو گوش دادم باید اعتراف کنم، چون به نظر من دروغ منشه همه گناهانه. من احساس میکنم صدای پولاد خوبه و چون ریشه موروثی هم داره، بالاخره مادرشون هم خواننده بود. آره، من احساس میکنم که صداش خوبه، ولی وقتی که با اهل متخصص و فن گذاشتیم صدا رو گوش دادن، خب افراد دیگه که انتخاب شده بودن چه از نظر بازی و چه از نظر خوانندگی، خب دیدیم خیلی اختلاف زیاده. و من از این نظر برای میگم همه حق من نیستم در کل، ولی اینکه کدوم فیلم بهتره اینو باور دارم، چون احساس میکنم که بر اساس خرد جمعی باید تصمیم گرفت. خرد جمعی میگه که به احترام بذاریم به نه ماه زحمات استاد کیمیایی در فیلمنامه. چون اون اسپا چطور، هیچ وقت پای اون اسپا رفتین که مذاکره کنید، یعنی با آقای شجریان یا با آقای ناظری؟ با آقای حافظ ناظری جلسه گذاشتیم برای نقش خوانندگی پژمان بازیقی بودش، بعدش حضور زنده داشته باشم اشکان خطیبی بودش، کامران تفتی بودش، آره امین حیایی بود، با خیلی‌ها در رابطه با نقش بازیگری صحبت شد، به چند تاشون به قرارداد رسید. مثلا کامران تفتی و پژمان بازیقی و امین حیایی تقریبا به قرارداد رسید، ولی خب نشد. احساس میکنم این کاش من مقاومت میکردم و اصلا مثل روز اول که گفتم پولاد در این فیلم نباشه و نمی بود، هم به نفع پولاد بود، هم به نفع من بود، هم به نفع آقای کیمیایی، استاد کیمیایی بود. ولی متاسفانه همین الان این اتفاق که افتاده در درجه اول، من فکر میکنم بیشترین ضرر رو پولاد خواهد کرد، چون فیلم دیده میشه دیگه، سه روز دیگه از امشب فیلم دیده میشه. واسه همین الان نگران اون سه روز دیگه؟ واقعا نگرانم. امیدوارم که صبور باشن و با صبوری بدون هیجان، هر کس هر عقیده داره، به عقیده همدیگه احترام بذارن، فیلم رو ببینن، در مورد فیلم صحبت کنیم نه غیر فیلم. خیلی ممنون که دارین گفت. ممنون از شما، مرسی. بزرگترین فستیوال سینمایی سال ایران، فستیوال سینمایی سال ایران، حواشی، گفتگوهای جذاب و پشت صحنه های دیدنی، فقط از تیوی پلاس ببینی. تیوی پلاس، حامی ستاره های ایران.